بوکسینگ یا همون نمادی معمول ورزشی که تونی سالهای اخیر عروج کرده شماره هواداران خیش را در عالم زیاد میگرداند. کیک بوکسینگ یک نمادی ورزشی است که انسان میتواند هم معنوی هم روحان هم جسمانان بخواد باشد و میتواند خود را حمایه کند و در آینده اگر با نمادی کیک بوکسینگ کدامی که تمرین کند میتواند در آینده یک سهمگذار در ورزش باشد. تفسیر این نمود ورزش آنقدر مرکب نبوده، در ترجمه با زبان تاجیکی کیک این ضربه و بوکسینگ باشد، همان نمود بوکس را شرح میدهد. تولید این نوی ورزش با سالهای 1960 راست میگوید. این نمود جوان ورزش از بوکس و کاراته آمیخته کرده شده یک رشته خوب هم برآمده است. کیک بوکسینگ از ضربندهای گوناگون عبارت است که هر نمودش دارای قاعده های خود می باشد. مثال فول کانتکت، لای کانتکت، پوینت فایتینگ، لو کیک و چند دیگر شکل ها. کیک بوکسینگ نه فقط از تاتامی سپورت عبارت است، کیک بوکسینگ از رینگ سپورت هم عبارت می باشد. در تاتامی رشته های کیک لایت، لایت کانتکت و پوینت فایتینگ هستند، اما در رینگ سپورت باشد لو کیک، فول کانتکت و کادین می باشد. فدراسیون اساسی کیک بوکسینگ این اساسیاسی کیک بوکسینگ عمومی جهانی یا اینکه واکو نام گرفته است که در جهان موقعش بالاتر و خوبتر است. همه سال از جانب این اساسیاسی عمومی جهانی مسابقه های سطح بلند از قبیل چمپیونات جهان و مسابقه های سطح جهانی دایر می شود. این نوع ورزش در کشور ما هم روش کرده حواس ماندان زیاد دارد. این تمرین ها از تالار خرد پیشکشتان میگردد که اینجا نمادی کیک بوکسینگ مشق داده می شود. راهبری تالار مذکور را سابق ورزشکار و حالا مربی جوان خورشید تیموری به عهده دارد. کلوب ورزشی ارکانی سال 2019 تاسیس یافته است و مقصد ما پس از تاسیس شدن این تالار ورزشی پسر بچگان و جوانانی که مقصد ما آنها را از راه بد گرداندن برای خوب ماندن، حسیات ملی پیدا کردن، حسیات وطن دوستی پیدا کردن و با این نمود ورزش تمرین کرده در آینده نتیجه خوب نشان دادن و ما امید کامل داریم که ما به مقصد هدف خود میرسیم. از همین تالار خرد و میان این همه ورزشکاران نوروز و جوان به دستاوردهای زیاد نایل گشتند. حالا که موسم نوی سال 2022 شروع شده است، علاقه مدال هم به خزینه ورزشی کشور شامل شده است. مقصد روی نوار با برنامه ساختن ما نیز از این نمود ورزش از آن عبارت است که پیش صفان مدال دار از تاجیکستان در آغاز سال 2022 همین کیک بوکسران نوروز و جوانان که ما مفصل دوری نتیجه هایشان سخن خواهیم گفت. ۲۰۲۲ ورزشکاران کلوب ارکانی در دسته منتخب تاجیکستان با یک جایگی با مسابقات بین المللی مسابقاتی که در شهر تاشکند گذشت از 8 تا 10 ینور اشتراک کرده است، جای های نمایان و سزاوار را گرفته به سر بلند برگشتیم به وطن. غرور که بایوز بی قدرت که بایوز بی نگاهلار الگانم دورد توشکان، پایتخت جمهوری ازبکستان، مرکز فرهنگ، اقتصاد و معرفتی و ورزشی. دوستی مستحکم شده ایستاده است، رفت و آمد مستحکم شده ایستاده است و ورزشگران میتونن آزاد با بین دو این کشور رفته آمده در مسابقه های یکدیگر اشتراک کرده نتیجه خوب نشان دهند. و من شخصا خودم از این چیز خیلی خرسندم که خلقی که ما مثل یک خلق هستیم و فقط بر در دو زبان گپ میزنیم. شهر تاشکند جمهوری ازبکستان تاریخ 8 و 10 ینور مسابقه بین المللی اوید با کیک بوکسینگ میان نوروزان و جوانان، گروهی از ورزشکاران ما قسمتی از تالار ورزشی ارکانی و قسمتی دیگر شاگردان دلیر تیورایف در یک جایگی برای شرکت در مسابقه های مذکور راه به شهر تاشکند پیش نمودند.
مسابقه را با جز از ورزشکاران تاجیکستان و میزبان همچنین کیک باکسران دیگر کشورها نیز همراهی میکردند. در علاهیدگی میرویم به دستاورد هر یکی آنها. مهراب نادیروف دستپرور کلوب ورزشی ارکان نوراس، یکی از مؤلفان مدال طلا از این مسابقات بین المللی محسوب می شود. طوری سه سال است که در تالار ورزشی ارکان کیک باکسی مشق تمرین کرده استاده. من در 2022 به شهر تاشکند رفته جای اول را اشغال نموده و تاجیکستان برگشتم. ابوبکر کریموف هم صاحب مدال طلا این مسابقات به حساب می رود. توی سه سال است که در این تالار ورزش ارکانی تحت رهبری خورشید تموری مشق تمرین کرده ایستاده‌ام. ما در سنه های 8 و 10 ینوار به جمهوری ازبکستان به شهر تاشکند سفربر شدیم. من در آنجا سزاوار جای اول گشتم. حریف اول من از جمهوری ازبکستان بود که من آن را مغلوب کردم و حریف دوم من از جمهوری قرقیزستان بود و من آن را هم مغلوب کردم. حریف سوم من از جمهوری ازبکستان بود. او بسیار خوب کار میکرد و من آن را هم مغلوب کرده سزاوار جای اول گشتم. محمد سفرعلیف که طول زیاد از 2 سال تمرین گیرنده این تالار است، او هم برنده یکی از مدال های طلا محسوب می شود. طول دومی سوشید که در زل ارکانی مشق میکنم و سال 2022 ما به تاشکند ازبکستان سفر کردیم. من اولین سفری که من خیلی خوب تیاری دیده بود که ما وای را اشغال نمودم و دویم سفری که من از ازبکستان وایم خیلی خوب بود. وای را اشغال کردم و جای اول را سزاوار گشتم. سای محمد حسینو باشد. ورزشکار تجربه دار است که بارها به خزینه کشور در نمود کیک باکسینگ مدال وارد کرده است. این نوبت هم او مقام دار گشت. طولی 6 سال است که در این نمودی ورزش مشق تمرین میکنم با تحت رهبری خورشید تموری. ما بعد جمهوری ازبکستان به شهر تاشکند سفر نمودیم و در آنجا ما سزاوار جایها نمایان گشتیم و من در شهر تاشکند سه حریف داشتم. اولین حریف من از شهر تاشکند بود که من آن را مغلوب کردم و دومین رقیب من از جمهوری قرقیزستان بود که من آن را هم مغلوب کردم و سومین حریف من از شهر تاشکند بود و آن را هم مغلوب کردم و سزاوار جای اول گشتم. من در آینده میخواهم که چمپیون جهان شوم و پرچم تاجیکستان را بلند بردارم. سمیه سفرخان یگانه دخترچه است که در ایران میان پسران در این تالار مشق ورزی میکند. او در یک جایگی با رمضان کبیروف این نمود ورزش را پسندیدند. در مسابقه گذشته نتیجه بهترین را یکی از ورزشکاران جوان این نادیروف مهراب نشان داد. پس از آن کریموف ابوبکر، سفرعلیف محمد و کاپیتان تیم حسین سعید محمد نشان دادند که واقعتا توانستیم که کیک باکسینگ تاجیک را از سطح بلند نشانتیم و ما را شناختند و حرکت کرده ایستادند که ما را دعوت کنند به مسابقه بونفوز و ما در آینده امید کامل داریم که به دسته منتخب تاجیکستان وارد شده پرچمبردار ملت باشیم. این تالار باشد تالاری دلر تورایف محسوب می شود. در این تالاری بر هوا باشد دلر با همراهی شاگردانش تمرین می کند. هرچند شماره عمومی آنها خیلی زیادند، اما اینجا همان اشتراکچیان مسابقه های بین المللی تاشکند جمع آمدند. تمرین ها از راه رمخو شروع گردیده، اینچنین دیگر شکل های تمرین است پیشکش می شود. Было 4 января, я помню, когда Хуршед Тимури мне позвонил и сказал: «Далер, у нас международный турнир в Ташкенте по кикбоксингу «Лоу Кик». А мы как раз после Нового года, мы немножко расслабились,
И я подумал, почему бы мне пацанов не выставить по другому виду спорта. То есть кикбоксинг мы выступаем, но мы кикбоксинг выступаем в разделе light contact, kick light, point fighting. Это как больше похоже тэквондо, да, на татами. Но так как лоу-кик раздел проходит в ринге, и там еще удары по ногами жестче, и там нокауты разрешаются, я решил собрать несколько людей, вот, которые у меня самые сильные. И получилось 7 человек, мы поехали на этот турнир. Турнир проходил в Ташкенте, международный турнир по кикбоксингу, лоу-кик раздел с 8 по 10 января. Я ребятам сразу сказал, ребят, это раздел, вид спорта, кикбоксинг как бы наш, в то же время и немножко чужой, потому что там в ринге, там нокауты, там жесткие удары. Они все как бы уверены в себе, я тоже в них был уверен. Я говорю, давайте, поехали, как-никак, это начало года. А мы уже последний раз, мы выезжали еще до пандемии, это было в 2019 году, в ноябре последний раз мы выехали. И после этого уже мы никуда не выезжали на турнир. И постоянно у нас турнир проходил в Таджикистане у нас. Собрал 7 человек, мы поехали на этот чемпионат. Я хочу сказать, что чемпионат, бойцы были очень хорошие, который проходил в Ташкенте. Приехала, значит, команда Киргизии, страна приехала, потом Узбекистан сами выступали, и Таджикистан. Казахи должны были приехать, но как по обстоятельству, то, что у них в стране было, они не смогли выехать. А я ребятам сказал, ребят, мне просто нужно так, чтобы вы выступили то, что вы можете. Я знаю, что это немножко по-другому. Я знаю, что в ринге по-другому. Я сам просто, когда выступал, татами от ринга это отличается. Но ребята собрались. Даже некоторые ребята так собрались, что они себя так спокойно вели на это, на татами и в ринге, как будто они, это их стихия, как будто они всю жизнь выступали. Мне это очень понравилось, бои были очень мощные, поэтому результат в итоге мы взяли общей команды, если взять с Хуршеда Тимури, 6 золота, 1 серебро и 6 бронза. А мои ребята взяли 2 золота, 1 серебро и 4 бронза. То есть без медали никто не приехал. Один из них был у нас, который золото взял, это Шараф. Он только занимается 3-й год. При этом он еще ни разу даже по тэквондо не выезжал. Он только на республике здесь и в городе выступал, первые места брал. Но он собрался, он также ни грамму не испугался, и он там смог одержать первое место победы. Арчан барои шогирдони Далер шакли лоу-кик каме ноошно буд, ки онҳо дар намудҳои дигар кикбоксинг баромад мекарданд, аммо ширкат дар мусобиқаҳои байналмилалӣ дар ин раванд барои онҳо даркушо гардидааст. Эмомалӣ Саидов яке аз шогирдони хурдсоли Далер аст, ки ҳунари ӯро мурраббӣ ташвиқ мекунад. Ӯ низ хеле чолоку Далер аст, яке аз барандагони дигари медали тилло ин навраси номдор аст. Ман дар синф 4 мехонам. Ман якум тренери, устоди ман Далер Чураев, ва ӯ ба мо варзиш машқ медиҳад. Ман якум бора аз варзиши кик-лайт баромад кардам ва ман ҷои аввалро ишғол намудам ва ман дар се рақиб доштам ва ман якумин рақиби ман узбек буд ва финалам узбек буд ва ман ҳамаи онҳоро зада ҷои аввалро ишғол намудам. Шараф Шарапов таҳти роҳбарии Далер Тюраев машқварзӣ мекунад. Ӯ низ яке аз барандагони медали тиллои ин мусобиқот маҳсуб мешавад. Аллакай пирӯзиҳои аввали мавсим барои волидай низ шодӣ овардааст. Родительница Илхомзуда Фарумарза, которая тренируется у Далера Тюряева на протяжении 4 лет. За все это время у Фарумарза были победы,
не могу похвастаться, что он постоянно был на первом месте, но могу похвастаться тем, что у нас очень хороший тренер, который преподает нашим детям кикбоксинг и тэквондо. Последний результат нас очень сильно порадовал тем, что дети наши ездили в Ташкент. Вот. Оттуда они приехали с медалями, очень были все рады. Мы их встретили на высоком уровне. Всем другим родителям пожелать им всего того, что радует нас, прийти вот в наш зал. В общем, я очень доволен своими спортсменами. Они показали очень хороший результат. Хочу поблагодарить тоже родителей за поддержку. Да, на самом деле они всегда вот на связи со мной. Даже у меня мой ученик Алишер Ахмедов поддержать ребят приехал туда. Родители тоже приехали. Некоторые родители хотели поехать тоже из-за обстоятельств и из-за финансов тоже не смогли. Будем в дальнейшем теперь тоже выступать по лоу-кику версии, ну и также по нашим, и по тэквондо, и по лайт-контакту кикбоксинг. Надеюсь, у нас в дальнейшем будет еще лучше результаты. در مجموع منتخب تاجیکستان از این مسابقه 6 مدال طلا، 5 نقره و 1 برنجی را صاحب شدند. نتیجه آخران نشوند در آینده پرچمبردار ملت باشین وطن خود معرفی کنین چی مراد مقصدی که در پیش موندگین جامعه عمل بشده می سالینام با همه شما موفقیت یک جام تشکر چطوری که می داریم حاضر کیک بوکسینگ یک قدم مونده است با اویلی کالونی اولمپی و ما امیدواریم که ورزشگران تاجیکستان ورزشگران تاجیک از رشته کیک بوکسینگ رزولتات ها نتیجه های خوب نشان دهند و در آینده در المپیاد اشتراک کرده معرفگر ملت شوند و خود را از جهت خوب معرفی کنند دو مربی که یک دسته را از تاجیکستان تشکیل دادند نام تاجیکستان را در مسابقه ها معرفی میکنند اگر در این سمت کار فدراسیون نیز متحد کردن ورزشکاران و کلوب ها میبود خیلی خوب میشد چون که کار اساسی را باید فدراسیون پیش برد باوری کامل است که از این پس هم تیم منتخب کیک بوکسینگ در یک جایگاه با رهبریت فدراسیون با مسابقه های نوبتی راه پیش کرده به نتیجه های نظررس نائل میگردند در این راه ظفر به آنها بردباری تمنا داریم.